هایی که من واقعا همیشه به خودم بالیدم که بسیاری از لحظات صحبت کردنش رو شاهدش بودم و در کنارش بودم آقای بیضایی بوده. تا اینکه وقتی مسافران پیش اومد آقای بیضایی اول از من خواستن که من با خانم شیخی با مادرم تمرین بکنم. یه جمله خیلی بامزه‌ای هم به من گفتن. به من گفت که جمیله خیلی دوست داره سری گریه بکنه. من میخوام تو کاری بکنی، طوری باهاش تمرین کنی که اشک تو چشمش بجوشه ولی سرازیر نشه. چه جمله جالبی. خوب گفتم باش. خلاصه ما شروع کردیم این نوع تمرین رو با مادرم کردن و از یه چیزای عاطفی و اینا خیلی سختی مثلا حرف میزدم و فلان اینا. مادرم میرفت تا گریه نگهش میداشتم فلان. و ما فیلمایی میگرفتیم از این قضیه، گهگداری صلاحمند فیلم میگرفت و اینا. آقای بیضایی یهو به این فکر افتاد، چون از اول قرار نبود من بازیگردان اون کار باشم. اون موقع هم که اصلا لفظ بازیگردان نبود، اولین بازیگردانی سینمای ایران بود. عنوان من توی تیتراژ دستیار کارگردان در امور بازیگری بود. یادم میاد عنوانم این بود، یعنی بعدا هم تبدیل شد به بازیگردان. که آقای بیضایی یهو به من گفت که چرا هم این کار رو، این تمرین رو با همه بازیگرای فیلم میکنی؟ گفتم آقا من اولا که یک دنیا اصلا، گفتم دست و بالم لرزید از این اعتمادی که شما به من دارین. گفت نه نه، فکر کنم از پسش برمیاد. گفتم یک دنیا ممنونم، دست و بالم واقعا لرزید از این اعتمادی که به من میکنین. با کمال میل این کار میکنم ولی خیلی زیاده. چند نفر رو نشون کرد، گفت با فلانی 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 نمیخواد تمرین کنی، در حد 4 نفر. گفت با این 4 نفر نمیخواد تمرین کنی، بقیه همه تمرین لازم دارن. خیلی از کسایی که بعدن گفتن من سر فیلم مسافران تمرین نکردم دروغ گفتن، تمرین کردم. خیلی از کسایی که گفتن که من تست ندادم دروغ گفتن، هممون تست دادیم از دم همه. یعنی احد ناسی نبود که بدون تست وارد اون فیلم شده باشه. تست آقای بیضایی خیلی تست بازیگری نبود، بیشتر می‌خواست ببینه نحوه خانش چجوری بود. تستش بیشتر خیلی وقتا مثلا قد و وزن و اینا رو می‌پرسید، ولی می‌خواست ببینه نحوه حرف زدن ما در شرایط عادی، نحوه نمی‌دونم نگاه کردنمون، سرچرخوندنمون، ایستادنمون جلوی دوربین و اینا چه شکلیه. بعد بر مبنای اون مثلا خیلی از این معرفی‌های جلوی دوربین رو با بیضایی ما خیلی از شب‌ها می‌نشستیم و ایشون مثلا می‌گفتن این به نظر تو اشکالش چیه؟ مثلا می‌گفتم که این مثلا دهنشو کج می‌کنه موقعی که دیالوگ میگه. گفت از بین باید ببریش اینو، این دهن کج از بین باید ببری. گفتم باشه. حالا گفت این چیه؟ می‌گفتن این حروف صدادارشو خیلی می‌کشه وسط کلمات، مثلا آش بلندتر از بست مثلا. گفت جمعش کن پس اینطوری بکن. از این جور چیزا، خیلی چیزهای ریز، خیلی چیزهای ظریف. و من حس میکردم وقتی از من سوال میکنه در واقع یک جوری من رو هم داره تست میکنه که من چقدر متوجه مثلا این چیزا در واقع رتوش‌های ریز میشم. چون به عنوان بازیگردم من هرگز به عمرم یادم نمیاد که به کسی بازیگری آموخته باشم. این اصلا تفکر غلطیه که بازیگردان که بازیگری نمیآموزه، کارش همین رتوش‌های کوچولوه. دستیار باغمونیه که باغمونه